سلام، برنامه تحول. من محمد نصیر فیض به اتفاق همکارم میزبانی برنامه هستم. تنش درون سیاسی میان رهبرای سیاسی در ساختار قدرت و بیرون ساختار قدرت یک مقدار حکومت را مصروف ساخته و مانورهای سلبی امنیت در بیرون به گونه فشار آورده که هر روز مردم فکر میکنن که از خانه بیرون میشن، کشته میشن. رهبرای سیاسی افغانستان هم به قبل مردم بیشتر با قرار دادن ابزار قوم و زبان و سمت مردم را قربانی میکنن و با قربانی مردم هر روز بلدنگ و سرمایه و ثروت از این اضافه میشن. نهایتش استراتژی های جامعه بین الملل، کشورهای منطقه‌ای و تنشی که در درون است، مسیر یک حکومت شکننده به نام وحدت ملی و دورنمای افغانستان که همواره مردم در تلاش فرار از این است، به کدام سمت مسیر خواهد داد؟ محور بحث امشب ما در برنامه تحول. مهمانی که در بحث با ما هستند جناب آقای عبدالهادی ارغندیوال، رئیس حزب اسلامی افغانستان. خوش آمدید، میگم شما را دارم. تشکر. پرشون خواستم شما کوتاه از این تفسیر شما را از این وضعیت حکومت وحدت ملی در ساختار تنها سیاست بود سیاست شکل بخوایم ارجاع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، کارکنان تلویزیون وزین آریانا و ملت غیور و با شهامت افغانستان که 40 سال مکمل در زیر بمباردمان ها و در زیر فشارهای متنوع زندگی میکنن. متاسفانه وضعیت همطور که شما فرمودین در کشور ما در یک حالت بسیار حساس قرار گرفته. یک تعدادی از سیاستمدارای ما با عناوین مختلف مسائل زبان و مذهب و غیره و غیره را صرفاً و صرفاً به خاطر منفعت‌های شخصی خود عنوان می‌کنند، از احساسات پاک و ناآگاه مردم ما استفاده ابزاری کرده و به خاطر رسیدن خودشان به مقام و ثروت این کار پیش می‌برند. که ما با شما در این رابطه موافق هستم. ما در یک مرحله خاص قرار داریم. مسئولیت وجدانی و ایمانی فرد ما و به خصوص سیاستمدارای ما که در یک مرحله امتحان بزرگ قرار گرفتن است که ما به خاطر مصلحت بزرگ کشوری خود و به خاطر منافع ملی افغانستان همه چیز دیگر را کنار بگذاریم و به خاطر منفعت ملی افغانستان کار کنیم تا کشور خود کشور آزاد، سرفراز، مستقل و با اراده بسازیم. کی ها سی رهبرای اون فریب و پوپولیست است که شما؟ من نام کسی رو نمیخوایم در اینجا عنوان کنم، ولی در کل میگم هر کسی که باشن بس است. همه قدری که اینا هر کاری که کردن تا امروزه کافی است. دیگه با خون ملت بازی نکنن. دیگه مردم فریب نتن. دیگه با عناوین مختلف در کشور ما اختلاف ایجاد نکنن. به خاطر که اختلاف سبب تداوم جنگ و تداوم جنگ سبب بدبختی های بیشتر و تداوم حاکمیت بیگانه در کشور ما میشه. تفسیر هم در قبال رهبر قبلی شما آقای انجینیر گلبدین حکمتیار در یواخر هم همی است که اونا با کارتای قومی میخواین مردم را وسیله قرار بدن و خود به هدف برسانن. تفسیر شما ازش چیست؟ ما تا جایی که ما جناب حکمتیار سبه مشناسم از زمان جوانی با هم هم دوست و هم عقیده هستیم. حکمتیار یک مسلمان معتقد و یک مسلمان مکتبی است که به هیچ وجه و به هیچ صورتی به قومگرایی و زبانگرایی باور نداره و هرگز چیز را عنوان نمی کنه با عنوان قوم. من به این معتقد هستم. حالا تفسیر از صحبت های اخیر آقای حکمتیار در لوی پکتیا و مشخص قوم زازای و قوم پکتیا، شما در سیاست نبودین، شما حقتان برتان داده نشده، مردم پشتون وسیله قرار گرفتن با شما، حالا این تفاصیل وقتی بیشتر ایدئولوژیک است و قوم شما یا قوم؟ وقتی در یک منطقه مثلا ما برم در دایکندی و از مردم دایکندی را ما ببینم و از بیعدالتی ها یا از نارسایی های نظام در امر خدمت گذاری برای مردم دایکندی صحبت کنم، ایره با هیچ عنوان نباید ما عنوان قومی بکنیم. ببینین از خوست کرده مردم دایکندی یا حتی مردم بامیان هم معروم هستند و شما مشخص است آقای رندیوال. صحبت های آقای حکمتیار در لوی پکتیا در خوست، شما یک کتله بزرگ در قدرت سیاسی محروم شده و همه قدرت سیاسی را یک ولسوالی در انحصار گرفته. حالا این تفسیر شما از این صحبت چی است؟
من نمیخوایم در این رابطه بگویم که هدف از حکمتیار صاحب در این رابطه چی بود، ولی من چیزی را که براتان عنوان میکنم من عیسی یک رفیق 40 ساله حکمتیار صاحب ویست که حکمتیار به مسائل قومی و زبانی به هیچ گونه باور نداره. وقتی اگر فردا در پنجشیر بره، پنجشیر وضعیت شبیه بینه، شاید هم وضعیت داخلی پنجشیر از وضعیت خوست کده بهتر نباشه. شاید در اونجا هم همی گپه بزنه که مردم در کل محروم مانده، یک تعداد مردم خاصی از او استفاده کرده. حالا اگر فکر آقای حکمتیار خیلی منطبق با شما است، 6 ماه پیش گفتگو با شما داشتم که قرار بود 2-3 روز بعد شما یک جای شوین و برین دوباره تحت رهبری آقای حکمتیار فعالیتان شروع کنین. هنوز هم ابهام دو حزب اسلامی پیش مردم خیلی هم شاک دهنده است که چی وضعیت جریان دارد، دو حزب تحت یک تایتل کار میکنن، چی باعث شد که شما تا یک جای کار نتوانید کنید؟ ببینین، یک مجموعه که 16 سال در یک شرایط خاصی در یک محیط خاصی زندگی کرده با یک مجموعه دیگه وقتی که یک جای میشه، 5-6 ماه هنوز وقتی بسیار کم است که بتانیم که کلا به توافق برسیم و مشکلات حل کنیم. در این شکل نیست که یک سلسله نقطه نظراتی وجود داره که او سبب شده که تا حال رأی اتفاق کلی به وجود نبیاید، ولی ما امیدوار هستم. چی هست این نکته نظر؟ که چون مسائل داخلی حزب است، نمیخوایم که ایره منعیس یک اختلاف بنوی در رسانه عنوان کنم که سبب اختراق شوه، ولی ما تلاش ما جدی در این رابطه وجود داره که چطور میتونیم نتنایی که این نظر ماست، نتنایی که ما در داخل حزب میخواییم وحدت نظر وجود داشته باشه، که ما میخواییم با سایر حرکت های سیاسی در افغانستان یک وحدت کلی، یک اجماع سیاسی را به نوعی با وجود بیاییم که کشور خوده. شما اگر نتونین با رهبر قبلی شما که با قبل شما یک مسلمان مکتبی هم هست کنار بیاین، چگونه میشه رهبرهای دیگر کنار بیاییم؟ من خواه عرض کردم که ما میخواییم که هم با اینا کنار بیاییم، هم مشکل حل کنیم و به می ترتیب با سایر تنظیمای دیگه. ما به این باور هستم که تا زمانی که ما خود ما مشکل خود حل نکنیم، کسی دیگه نمیتونه مشکل ما را حل کنه، و این مشکل در بین خود ما وجود داره و باید این مشکل حل چی هستی راز درونی بین شما که خیلی هم زیاد سریع است کنم میخواییم مردم رو بفهمم؟ اوقدر زیاد مشکلات نیست. ما در رابطه با مسائل داخلی کشوری و همچنان در منطقوی و بالاخره در سطح جهانی نکته نظرات داریم که هنوز تلفیق نشده این نظریات. در صدد از این هستیم که یک رای حل کلی را بر ازی پیدا بکنیم، و تا او زمانی را که ما تلاش خودم میکنیم میخواییم که این منعیس اختلاف عنوان نشوه، بلکه ما میخواییم که تلاش بکنیم که نکته نظرات مشترکی را در رابطه با آینده کشور خود، در آینده منطقه و در آینده کشورهای جهان داشته باشیم. هنوز هم بسیار عمومی صحبت میکنین آقای ارغندیوار، مشخص یک دو سه موردی که بتانین اقناع ایجاد کنین که این موارد سبب از شده که تا بالا دور باشین؟ فکر نکنم که مفید باشه در این مقطع که ما اختلافات داخلی زبیر در رسانه بکشانیم. بهتر خواهد بود که کم انتظار بکنین، انشالله که این مشکلات رفع میشه و ما نه تنهایی که در داخل حزب ما در صدر اختلافات غیر اندیوار در سطح فکری شما هست یا نه موضوع تکنیکی در اون؟ نه موضوع تکنیکی است، در سطح فکری موجود چیز خاصی وجود نداره. سطح فکری شما منطبق است؟ یقینا اونا مسلمان است، ما تنها با جناب حکمتیار صاحب نه، که با استاد سیاف، با صلاح الدین خان ربانی، با استاد عطا، با سایرین هم ما اتفاق نظر داریم در مسائل عمومی عقیدتی. آقای حکمتیار دیشب در گفتگو با آریانا نیوز گفت که حملات استشهادی روا است و توجیه پذیر است. حالا فکر شما هم امو است؟ ما یک مفتی نیستم که فتوا بتم در این رابطه، ولی ما با هر عملی که سبب مشکل و یا قتل مردم بیگناه در کشور ما شوه، با هر عنوانی که باشه مخالف هستم. پس استشهادی رو شما رد میکنیم؟ به نظر ما که هر عملیاتی که سبب از بین بردن مردم بیگناه ما شده که تا امروز امتر بوده، از دیدگاه ما قابل تایید نیست.
حالا مشخص در مورد استشهادی آقای حکمتیار گفت عین گپای شما رو تکرار کرد، گفت که حملات انتحاری که سبب کشته شدن مردم بیگناه میشه قطعا قابل پذیرش نیست و توجیه نداره از نظر اسلام. اما استشهادی یک چیز استثناست که توجیه داره. حالا اگر بیایم در بحث انتحار نه در بحث استشهادی دیدگاهتان بگیریم، میشه که مسئله استشهادی را مطور که خود از اونا توجیه کردن به خود از اونا محاول کنیم، ولی ما دیدگاه خود گفتم که ما در کشور خود نمیخواهیم که یک بم هم منفجر شوه، یک فرد از افغانستان هم دیگر متضرر شوه. ما با استفاده از این فرصت میخواهیم که به تمام خانوادهای دردیده ما که از حوادث اخیر افغانستان درد و غم دیدن با اونا تسلیت عرض میکنم و به روح پاک همه شهدای که در این حوادث در این عملیات انتحاری به شهادت رسیدن بهشت برین استدعا دارم. با غمی از اونا، با درد از اونا خود شریک میدانم و خود جزء از نمی مجموعه از نمی ملت میدانم که به نام افغانستان یاد میشه. پس حضور آمریکایی ها یک بحث خیلی جدیه. عدم حضور آقای حکمتیار در ساختار سیاسی بود که باز توافقنامه صلح مشروط شد به اینکه یک حد مرز برای خروج نیروهای خارجی پیدا شود، اما برخلاف او ایدال آقای حکمتیار نیروهای خارجی تا مدت زمان خیلی طولانی و مبهم در افغانستان حضور خواهد داشت. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟ چقدر آمریکایی ها را همکار ثبات افغانستان میدانید تا مخل؟ شرایط کنونی افغانستان متاسفانه به نوعی آمده که ما را روز تا روز به دیگرها وابسته ساخته. ما که طرفدار ختم جنگ هستم، بالای طالبا هم صدا را می کنم که به خاطر آزادی کشورتان، به خاطر حاکمیت ملیتان، اگر واقعا مسلمان هستین و گپ از ادای اسلامیت میزنین، مردم افغانستان 99% مسلمان و خواهان حاکمیت دین خدا در این سرزمین هستند. چرا جنگ ختم نمی کنین که جنگ وسیله یا ابزار به خاطر تداوم در اینجا نباشه؟ ما میگیم جنگ ما هر چی زودتر ختم شوه، نه دولت امریکا میتونه دیگه برای ملت خود توجیه بکنن که حضور ما در افغانستان به خاطر ثبات منطقه و به خاطر تروریسم است و نه دیگر ضرورتی به اینجا وجود می داشته باشه، باید مطابق از او از افغانستان خارج. عامل جنگی است از نظر شما؟ عوامل زیادی در این جنگ ها وجود داره. متاسفانه من به این باور هستم که جنگ در افغانستان به اساس منافع خارجی ها تا امروز ادامه پیدا کرده. این خارجی ها کی هست؟ می فهمیم کشورهای هم کشورهای منطقه خود ما هست هم فرا منطقه ای هست. کی ها هستن؟ یک نام دارن این کشورها؟ ما می بینیم کشورهای همسایه ما در این داخل هستن. ما 6 همسایه داریم. دو همسایه. به خصوص دو همسایه ما به نوعی از آنها در جنگ های داخلی افغانستان داخل هستن. ایران، پاکستان. پاکستان بخش اعظم از این جنگ ها از اونجا اینا تجویز کردن، به خاطر که متاسفانه جنگ افغانستان وسیله به خاطر تجارت کسایی بوده که در حلقه قدرت پاکستان در رابطه با افغانستان فیصله کرده. و ایران هم قسمان در کنارش هست. ایران یا در این اواخر کم و بیش اخبارش که ما میایه از اونا مداخلاتی از اونا در یک حد محدود است، ولی جایگاه آمریکا در این وسط، آیا آمریکا هم عامل جنگ است یا نه؟ من به این باور هستم که آمریکا در جنگ های افغانستان با هماهنگی با کشور پاکستان تا امروز این سلسله را ادامه دادن. شما ببینید جنگ امیالی اگر جنرالای پاکستانی را که در حلقه‌های قدرت پاکستان بودن ارزیابی کنین و دقیق برای سوابقشان برگردین، هر کدامشان میلیونر و میلیاردر شده در افغانستان و متاسفانه منافع ملی پاکستان هم با منافع شخصی همین جنرالا گره خورده. به این خاطر که در موجودیت جنگ در افغانستان در حقیقت پاکستان میلیاردها دلار را از کشورهای مختلف به دست آورده، چون در پالوی کشور جنگ زده مثل افغانستان که اینا جنگ در ادامه دادن. پس مردم تا
توانمندی جلوگیری و کنترل جنگ ندارن. شما پیشتر گفتین که مردم باید جنگ ختم کنه تا برای آمریکایی‌ها توجیه حضور پیدا نشد. حالا اگر آمریکایی خود شامل جنگ است و کشور منطقه، مردم نقشش منتفی است. ما به این باور هستم که اگر ملت ما تصمیم بگیره که خود وسیله دست دیگرها قرار نتن، در اون زمان دیگه هیچ کشوری نمیتونه که از ما منعیس ابزار استفاده کنه. کی هستن این وسایل؟ هستن کسایی که در این جنگا یا خودآگاه و یا ناخودآگاه دخیل هستن. بیشتر گفتم آقای رندیوال، رهبرای حزبی ما بیشتر با کارت‌های قومی میلیاردر شدن و بانک‌های خارجی اکانت‌های دلاری میلیارد دلاری دارن و هر کدام از اینا در هر بیلدینگ کابل و ولایات سهم شکلان دارن. همواره نام قوم مطرح میکنن، همواره نام زبان مطرح میکنن و خود چاقتر و چاقتر میسازن از نظر سرمایه. حالا چقدر ایمی رهبرای سیاسی ما، چی رهبرای دیروز چی رهبرای امروز، عامل اصلی جنگ در افغانستان است تا مردم؟ در این واقعیت باید که همه قانع باشیم که متاسفانه اینمی حرکت ها به واسطه کسی رهبری میشه و همه اجتماعاتی که به انواع مختلف به واسطه خارجی ها استفاده میشه از طریق یکی از این رهبرها صورت گرفته. ما با شما در این رابطه موافق هستم، ولی ما میخواهیم که آل اینمی رهبرها با مردم ما یک جای باید به این نتیجه رسیده باشند که تداوم جنگ سبب بی‌عزتی، تباهی، بربادی کشور ماست. از این دیگه جلو بگیرن، بیاین در کنار هم به خاطر نجات کشور. آیا اگر جنگ خاموش شوه و بر ثبات حاکم شوه، این رهبرها را مردم تعویل خواهد گرفت؟ یا به عبارت دیگه، آیا رهبرای سیاسی در این جنگ منافع خود دنبال نمی‌کنه؟ من میگم بس است، از این بیشتر دیگه اینا فربه نمیشن، اما قدری که به دست آوردن کافی است برشان. آخر به خاطر خدا و به خاطر عظیم ملت خود، هر قدری که ما امکانات داشته باشیم، یک کسی بسیار ثروتمند باشه، ولی وقتی که با پاسپورت افغانی از این کشور خارج میشه، در اولین برخوردی که با پلیس بیگانه میباشه بسیار خوب از او استقبال نمیکنه، از جیب از او خبر نداره که میلیاردر است، ولی همون پاسپورتش که میبینه، هویت ملی ما پاسپورت افغانی ماست، به خاطر عزت کشور ما، به خاطر بلند بردن موقف پاسپورت افغانی و هویت ملی ما دیگه، بیان به خاطر خدایی این امکانات شخصی از اینا هیچ اثر بالای بلند بردن هویت ملی افغانستان نشده. یک بارم اگر باشن این را تجربه بکنن و من مطمئن هستم که یک نظام صادق و سالم در آینده از هر کدام ما باید پرسانه بکنه، از ما، از شما و همه کس که شما چی کردین. شما در شورای حراست و ثبات هم عضو خیلی کلیدی هستین و نقش خیلی برجسته هم دارین در اوجه، و همزمان در تیم اصلاحات و همگرایی هم یک زل قدرت بودین با جمعیت و وحدت ملی آقای محقق. حالا بحث بنبسته که بین آقای عطا محمد نور و غنی به وجود آمده، آقای نور فیگور خیلی قدرتمند بین مردم است که عقلانیت سیاسی اخیرش با ادایی که 50% حق جمعیت را از حکومت میگیره، باستاب و دید مثبت خیلی از هوادارایش برانگیخته. دیدگاه شما در مورد چیست؟ با احترام با نظریات هر کسی به شمول استاد نور، موضوع سهم تیم اصلاحات همگرایی سهم یک تیم است، نه از یک حزب. در او تیم ما و جمعیت با هم امضا داریم، توافقنامه را به امضا رساندیم که سهم ما مساویانه می باشه. بنابراین این سهم تیم است، نه سهم یکی از اعضاب ما. ما به این باور هستم که بیاین از سهام خود بگذریم مالی، به خاطر که منافع ملی ما بزرگتر از سهام است، بزرگتر از مواقف شخصی ماست. آقای نور و اعضای رهبری جمعیت ادعا دارند که آقای عبدالله نامزد حزب جمعیت بود، نه دو حزب دیگه که در همین تیم اصلاحات و همگرایی حضور داشتن. بنان 50% حق جمعیت است. نه دکتر صاحب عبدالله کاندید برادرای جمعیت بود، ولی در ابتدای مرحله قبل از اینکه کاندید به نهایی برسه، ما و جمعیت با هم در حضور صلاح الدین خان ربانی و استاد عطا امضا کردیم.
توافق نامه را به امضا رسانیدیم که متاسفانه ولی در اختیار ما نیست، یعنی در اختیار شما میگذاشت. پس ادعای آقای نور یک ادعای باطل است؟ یعنی ادعای 50% سهم جمعیت ادعای درست نیست. حالا در این وسط از نظر شما عقلانی چی است؟ آیا عقلانیت سیاسی و حقی که آقای نور میخواهد به زمی که آقای غنی اقتدارگرایی کرده و کلا گرفته در دست خود و ما حق میطلبیم، آقای نور بر حق است و عقلانیت ایجاب میکنه که باید دماغذی خود باشه یا آقای غنی؟ من فکر میکنم مذاکرات از اینا جریان داره و جدی همه مذاکرات تعقیب کردن. تا خبری که ما دیروز شنیدم که در بسیاری موارد به توافق رسیدن، چیزای جزئی باقی مانده. امیدوار هستم کمتر باشه به خاطر که مصلحت ملی ما هم ایجاب میکنه. نفسی مذاکرات چقدر میتونه درست باشه از نظر من؟ نمیفهم دقیق که مذاکرات در کدام پیوند ادامه داره و روی چی مسائلی به توافق رسیدن، چی مسائلی باقی ماندن. چیزی که تا حال را برای ما گفتن مسئولینشان و به خصوص محترم صلاح الدین خان ربانی برای ما گفتن که در مورد سهم عذاب در انتخابات آینده باید مشخص شود که یک چیز منطقی است. اگر ما میخواهیم که عذاب سیاسی در افغانستان رشد بکنه و بالاخره خدا بخواهد که ما در نهایت امر از این 64 حزب یا 68 حزب به 2-3 حزب قوی برسیم تا بتانند که این عذاب قوی در افغانستان به نوع عمل بکنند که اگر یکی حکومت میکنه دیگه منیس اپوزیسیون تمام کارهای حکومت نظارت بکنه و اگر حزب میاید در اقتدار حزب هم اعضای خود نظارت بکنه، پلیس بکنه که نگذارن که به فساد آغشته شود، کار غلطی را انجام داده نتانن. من فکر میکنم به خاطر جلوگیری از فساد گسترده که فعلا وجود داره، ما ضرورت به عذاب قوی و در حکومت های بعدی حضور از این کسا در کابینای آینده داریم. در غیر از او وقتی که افراد بدون عذاب سیاسی یا بدون کدام نظارت از طریق عذاب سیاسی به وجود می آید، اونا اگر احیانا خود از او درست نباشه، باز فسادی که می کند دیگه هیچ جای مرجع وجود نداره. با عنوان رئیس جایی حزب جمعیت، یکی از فیگورها و یکی از طرفهای ارگ در این مذاکرات است که حالا از دید حقوقی هم یک مقدار خیلی ابهام‌آلود است و از دید سیاسی هم، در حالی که طرف مقابل آقای غنی آقای عبدالله و معاونینش هست به عنوان شریک قدرت. حالا اگر طرف مذاکره به قبل شما که پیشرفت هم صورت گرفته آقای نور هست و میخوایی حق بگیره از آقای غنی، جایگاهی افراد دیگه که در پکیج ریاست اجرایه هستند در کجاست از دید حقوقی و از دید سیاسی به قول شما؟ اصولا اگر احیانا مشکل در رابطه با حقوق تیم وجود می داشت، باید که از طریق دکتر صاحب عبدالله عنوان می شد. اگر احیانا جمعیت با دکتر صاحب عبدالله توافق نمی داشتن، باید با ما در مذاکره می شدن تا مشترکاً خواستار حقوق همه اعضای تیم میشدیم، ولی متاسفانه این صورت نگرفته و اونا خواستای خود داشتن در این رابطه. میره به خیر ملت در مجموع نمیدانم، به خیر مردم خود و به خیر همین شرایط فعلی کشور خود نمیدانم. ما امیدوار هستم که هر چی زودتر این مشکل حل شود تا از این حالت بلا تکلیفی مردم ما خلاص شود. شما هم سهم جزء تیم اصلاحات و همگرایی هستین، حالا به نوعی باید نقش بازی بکنین. حکومت در حالت بنبست است، وضعیت خیلی هم بدتر است و شما هم جزء تشکیل دهنده حکومت هستین. خاموشی شما در یک معنای خاص میده از نظر سیاسی؟ چون مسئله با ما راجع نشده، ما با دکتر صاحب عبدالله در این رابطه و با جمعیت اسلامی در این رابطه تماس های داشتیم، نشست های هم داشتیم. اگر ادعا بری منوال باشه که حقوق جمعیت در نظام داده نشده، حقوق کی داده شده؟ با ما هم توافق صورت گرفته بود، ولی همون چیزی که توافق صورت گرفته بود تا امروز با ما هم داده نشده. ولی ما به خاطر مصلحت بزرگ که مصلحت ملی افغانستان است، نمیخوایم که چیزای کوچک را عنوان کنیم. چی مصلحته آقای عبدالله؟ وضعیت در حال سقوط است. شما میگید مصلحت استقرار کشور ماست. ما نمیخوایم که
امی حالت ثباتی را در افغانستان انوز هم دامن بزنیم. حالا بیشتر از این چی باید شوه بقیم شد؟ هر روز 100 نفر کشته میشه. بله، من خواستار ازی هستم که جمعیت هم در این رابطه جدی اقدام بکنن، مسئولیت های ملی خود ادا بکنن، نگذارن که کشور ما به طرف بحران بروه. و دولت افغانستان هم باید زمین سازی امتر یک کار نمی بودن. از ابتدای مرحله این کار به شکل درست و قانونیش انجام نشده. در صورتی که دکتر صاحب عبدالله منعیسی نماینده جمعیت اسلامی و در نظام موجود بود، با این مشکلاتی که در این رابطه وجود داشت با دکتر صاحب عبدالله حل می شد، نه با مراجع دیگه. ولی متاسفانه از ابتدا خود حکومت هم اشتباه را انجام داده. حالا بیاییم بپرسیم که چرا آقای نور خط قرمز خود بلخ پنداشته؟ جایگاه بلخ در کجاست؟ چرا بلخ قدر جدی است که یک انچ هم آقای نور نمیره از او کنار؟ چون موضع قدرتشان همونج است. اونا میخواهند که از انما با استفاده از موضع قدرت خواسته های خود بالای حکومت بقبولانند. این خواسته ها برحق است فکر میکنه؟ من در جزئیاتش نیستم، ولی هر خواسته ای که باشه، ولی ما خواسته های برحق داریم. پیشتر عرض کردم که ما او تعهداتی که با ما صورت گرفته بود به او عمل نشده. ولی وقتی که مسئله ملی مملکت خود ببینیم، بحران در کشور ببینیم، ناامنی ها را در اختلافات داخلی ما سبب ناامنی های بیشتر میشه، وقتی ای را ببینیم از امو خواسته های خود صرف نظر میکنیم. پس خواسته های آقای نور درست است؟ خواسته های آقای نور عقلانی است بقیم شما؟ نه، من تایید نمی کنم که حتمی خواسته های درست باشه. خواسته های خود از اوناست با نظام. من نمی فهم که در کدام حد اینا بس داره. حالا به این حد هم شما فکر نمی کنم بی خبر باشین آقای ارغندیوار، که نفهمین که آقای نور چی میخواد از حکومت؟ من دقیقا نمی فهم که اینا از حکومت چی خواستن، وزیر خواستن. چرا یکی از مرتبه ما شاهد ازی هستم که بعد از این مذاکراتی که جناب استاد با دکتر صاحب اشرف غنی داشت، در رسانه ها گفت که با ما چند والی و چند وزیر و اینا وعده شده. اگر قرار به می رقم باشه، من برای استاد که یکی از دوستای خوب ما هم هستن ایره مشوره میتم که به خاطر مسائل ملی برای یک سال دیگه که پوستا داده شوه و قدر گپ بزرگ نیست، اگر احیانا با می وضعیت نظام شما موافق نیستین، بهتر خواد بود که ما در اپوزیسیون قرار بگیریم تا که همکار در حکومت باشه. با وجود آقای نور ملی بازی میکنه یا شخصی؟ سوالی مشکلی است. اما اصطلاح رو در رو که میگه بگذر، ما میخواییم که همورم استعمال کنیم، ولی برداشت ما ایست که باید ازی بگذاریم، ازی مقابلهایی که سبب مشکلات در افغانستان. پس بقبل شما عقلانی است که آقای نور عقب نشینی بکنه از خواست خود؟ من میگم که بهتر هم ایست که به خاطر یک مصلحت بزرگ ملی باید اعلان بکنن که ما به خاطر مصلحت بزرگ از این مسائل گذشتیم. مخالفین سیاسی ارک معتقد به این هستند که توجیه مصلحت پذیری بیشتر آقای غنی را در انحصار قدرت چاق ساخته. هر آنچی که در ازلای سیاست است در مشت آقای غنی است و نه معاونین نه شریک قدرت هیچ کس دیگه هم در تصمیم گیری های بزرگ توان ندارن و سهم ندارن. آیا فکر میکنید که مصلحت همی است یا نه آقای غنی هم باید یک مقدار قانون مداری را رعایت بکنه و بتا صلاحیت های هر کس بکنه؟ بله، یقینا من طرفدار قانون مداری هستم و این تمام صلاحیت ها و قدرت در اختیار خود گرفتن زمانی کسی میتونه که در نتیجه انتخابات و اعتماد ملت رئیس جمهور شوه. وقتی که در حکومت وحدت ملی متاسفانه یک حالت برای کشور ما آمد که بدیل بهتری برش نداشتیم، در اون مقطع از زمان پذیرفته شد که حکومت وحدت ملی ایجاد شود و او حکومت وحدت ملی نمایندگی از دو تیم و رأی اکثریت ملت میکرد. ما به این باور بودیم که اینمی حکومت وحدت ملی واقعا حکومت وحدت ملی میباشه و با هم وحدت میکنن و در همه موارد
نظر مشترک می داشته باشند و رعایت تعهدات صورت می گیره. ولی متاسفانه او رقم نشد، در موازات هم عمل شد و این سبب شده که امروز ناامنی های کنونی کشور ما سبب ناامنگی ها در ارگان های مختلف و افراد مختلف در داخل نظام که از طرف دو تیم معرفی شده است. پس شما اگر به عنوان یک رئیس حزب آقای نور میگین که شما برین عقب و مصلحت های میدی را یک مقدار ارج بگذارین و طرف دیگه هم برخلاف مصلحت های ملی همش با مشت میگیره، چقدر این قضاوت منصفانه است به قول شما؟ نه، من خب عرض کردم که من تنها حرف متوجه و تیم استادتا نیست، به حکومت فعلی هم میگم که من مسئولین هر گام میگم که شما باید مواظب باشین، اگر رعایت حقوق مردم نکنین و تمام چیز در اختیار خود بگیرین ملت با این موافق نیست. عرض کردم که ما اگر کسی با رأی ملت برنده اعلان میشه و تنها حکومت رئیس جمهور میباشه، در اون صورت اختیارات فرق میکنه تا یک نظامی که حکومت وحدت ملی است و در نتیجه توافق به وجود آمده و این توافق هم سهمی هر کدام مشخص بود. بسیار تشکر. بحث بسیار جدی که در ساختار قدرت سیاسی افغانستان زیاد سرش تمرکز نشده نقش احزاب است. در این چارچوب یک تعریف احزاب است که چقدر ما احزاب ملی داریم و احزاب راجستر شده بیشتر منطبق بر افکار عامه و منطبق به قوانین نافذه افغانستان است. حالا در حدود نزدیک به 100 حزب که شاید تعداد از این احزاب یک سرویس نفر هم نداشته باشه با عنوان یک حزب راجستر شدن. نقش اکثر این احزاب تخریب نظام بوده تا طرحهای خیلی معقول برای رای حل کلی سیاست در افغانستان. حالا چی گونه یک ترکیب و تلفیق میشه در تعامل بین احزاب و ساختار قدرت تا ما از این بنبست بیرون شویم و یک راه درست را برای ثبات سازی سیاست در افغانستان ایجاد بکنیم؟ یک وقت کوتاه زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدین به بحث برنامه تحول. من محمد نصیر فیاض بتفاقم برای میزمر برام هستم. بس رئیس جمهور غنی به عنوان یک فیگوره که ذهنیت ها تا یک حد زیاد نسبت به او حساس است. حالا نقطه هایی که به قبل شما به عنوان رئیس یک حزب آقای غنی از یک نظام دموکراتیک بیرون شده و رفته به طرف اقتدارگرایی و انحصار قدرت چی است؟ کدام موارد است؟ من پیشتر عرض کردم که ما متاسفانه در جامعه خود عذاب قوی نداشتیم. در گذشته هم مسئولین امور ما چون خودشان احزاب عضو یک حزب قوی نبودن یا یک حزب نداشتن، به او خاطر همیشه تلاش به این بوده که به طرف فردگرایی رجوع کنن تا یک حزب گرایی. و یکی از علتهایی که در افغانستان دامنه فساد هم گسترده تر شد همی بود که احزاب قوی در افغانستان وجود نداشت. اما طور که شما فرمودین کسای احزابی در افغانستان در وزارت عدلیه ما راجستر شده ای هستند که شاید تعدادشان از یک اعضای خانواده هم بیشتر نشوند. من در اینجا به این نظر هستم که مثل که در کشورهای دیگه تجارب عملی شده، در آلمان بعد از جنگ عمومی دوم همی معیار گذاشته شد که هر حزبی که 1% معین را در پارلمان در نتیجه انتخابات آورده نتانه، و از دیگه منحل میشه با عذاب دیگه یک جای میشه. امید است که در افغانستان هم زمامدارای ما به همین فیصله برسن که عذاب سیاسی ما با یک میار به وجود بیاین که عدی اقل فرزن 10% یا 5% یا 15% که در پارلمان وکیل نیاورد، او از دیگه منعیسی عذاب رسمی در افغانستان شناخته نشوه. اما اینجا انتخابات حزبی نیست آقای غنی، ولی متوجه باشیم یک برگی دار. بله، ما میخواییم که انتخابات حزبی به وجود بیه و به این ترتیب از کدام آتا هست؟ اقل اگر این بار خواست شما از خادرس حزب. بله، اگر این بار 1% را برای عذاب قبول میکنن، این زمینه سازی از این میشه که در آینده هم همطور ادامه ما این نقطه برمیگردیم. اما من پرسش خود که مطرح کردم پاسخ نیافتم. آقای غنی چقدر انحصار طلب است و تعریف شما از آقای غنی چی است؟
ما در دقیقا در کارهای چون در داخل و نظام نیستم، من نمیفهم که چقدر انحصار طلبی صورت گرفته، ولی در کل ما پیشتر عرض کردم که وقتی یک رئیس جمهوری که مستقل و با اساس اراده ملت انتخاب میشه، او میتونه که همه تصامیم را اما اختیارات را که در قانون اساسی افغانستان بر رئیس جمهوری افغانستان داده شده امور اعمال کنه. ولی در حالتی که در نتیجه یک توافق یک کار صورت میگیره، باید رعایت توافق نامه هم صورت بگیره. حالا مشخص شما از هر نقطه میخواین به توجیهی که من خبر ندارم فرار کنین، در حالی که شما رئیس یک حزب هستین و بیخبری شما یک مسئولیت بزرگ متوجه شما میسازه. چطور متوجه نیستین که آقای غنی کجا را خراب کرده و یک رئیس یک حزب هم هستین همزمان؟ ما در این شک نیست که مشکلاتی در داخل نظام وجود داره، ولی من دقیقا نمیفهم که در کدام موارد اینا انحصار طلبی کردن. من پیشتر عرض کردم که باید هر دو طرف رعایت بکنه و نظام هم از انحصار طلبی های خود بگذره و طرف مقابل هم تنازل بکنن در این رابطه که مصلحت های ملی مملکت ما تداوم اختلافات نیست. مردم عام ما در جاده ها کشته میشن، اختلافات روز به روز دامنش گسترده تر شده میره و این سبب ناامنی ها و بدبختی های بیشتر در کشور ما میشه. منافع شخصی خود باید کنار بگذاریم، منافع ملی افغانستان رو در نظر بگیریم. نیویورک تایمز یک گزارش پخش کرده بود قبلا در قبال ساختار سیاست در افغانستان و گفته بود که در کنار هزارها مشکلی که افغانستان داره، یکی از مشکلات بزرگش آقای غنی است. تفسیرهای درونی هم خیلی نسبت به آقای غنی حساس و منفی است. حالا اگر تعریف شما را از آقای غنی بپرسیم، تعریف شما از آقای غنی چیست؟ من در او حد بدبین نیستم با هیچ طرفی، یعنی قابلیت عزیز وجود داره که اصلاحات در آینده کار ما به وجود بیاید. ما آقای غنی را برای اینمی مدتی که دی دور ادامه پیدا میکنه به یه منعیس یک واقعیت میپذیریم و دکتر صاحب عبدالله را هم منعیس یک واقعیت توافق نامی که بین اینا به امضا رسیده و در نهایت امر حکومت وحدت ملی را به وجود آورده، اینا را میپذیریم. ولی در صدد آوردن اصلاحات هستیم. ما زمانی که در شورای حراست و ثبات رفتیم، یکی از علتهایی که ما در این شورا عضو شدیم به خاطر از این بود که ما تانسته باشیم اصلاحات لازم را در نظام به وجود بیاریم که پی هم تقاضای شورای حراست و ثبات آوردن اصلاحات در نظام بود تا جوابگوی خواسته های ملی مردم افغانستان باشه. متاسفانه با این صدای شورای حراست کسی جواب مثبت نگفت، ولی ما در حالت قرار گرفتیم که یایی که با مظاهرات و با فعالیت های عکس العمل های مدنی ما در برابر نظام قرار می گرفتیم که او را به خیر ملت در این مقاطع زمانی خود نمی دیدیم، بنابراین سکوت ترجیح دادیم و حتی تحمل اینمی وضعیت تا ختمی دوره را. حالا قبل از اینکه بیایم نسبت به بیخبری شما از کارکردهایی که خیلی هم مناقض منافع ملی و انتقادات که نسبت به آقای غنی است، و برگردیم به موقف و موضع تازه که مطرح کردین در شورای حراست و ثبات، ببخشید، آقای نور گفت که اگر تا زمان کوتاه مذاکراتشان با ارگ نتیجه نتا، موج بزرگ از مظاهرات مدنی را در کابل و چند ولایت بزرگ افغانستان راه خواهد انداخت و این موج هم ترسیم کرد به سبز و نارنجی و سرخ و بالاخره نافرمانی مدنی در کل که یک مقدارم تهدید آمیز است برای حکومت افغانستان. حالا اگر وضعیت میره به این طرف، شورای حراست و ثبات چی موضعی داره در قبال از این موضوعات؟ شورای حراست و ثبات تا هنوز موضع خود در این رابطه مشخص نکردن، ولی ما منعیس حزب اسلامی در بینظمی ها و رفتن کشور به بحران جدا مخالف هستیم. چی میکنیم بالاخره؟ باز ببینیم با سایر اعضای سیاسی افغانستان چیزی که لازم بود انشاءالله در اون مقطع انجام بدیم. در این حالت شما در کنار حکومت استاد بشین، در کنار معترضین یا بی‌طرفی اختیار خود کنیم؟ ما براتون عرض کردم که در این رابطه باز ما در اون مقطع فیصله میکنیم. امیدوار هستیم که کشور به این حالت نرسه. شما در زمان از رویکردهای آقای غنی ابراز بیخبری میکنین که نامزد شما آقای عبدالله در ریاست اجرایی یخن پارا میکنه از اقتدار طلبی آقای غنی. حالا چقدر این وضعیت
کشنده است برای طرفی که خیلی هم اعتراضاتش آتشی نیست مثل آقای نور. متاسفانه دکتر سیب عبدالله تا امروز هم با ما من عیس یک کسی که در این تیم ابتدای آغازش با اینا یک جا پیریزی کرده یک مورد را هم با ما شریک نکرده. اما طوری که فرزن استادت ها ناراض می باشه از این وضعیت از انصارگرایی های جناب رئیس جمهور غنی، ما هم باید از اینا شکوهی داشته باشیم و از انصارگری ها و عدم شراکت نظریات و خواسته ها با خود با اینا مطرح کنیم. من که براتان گفتم که من نمی فهم که در کدام مورد فرزن رئیس جمهور انصارگرایی کرده، به خاطر که دکتر سیب عبدالله با ما ایره شریک نکرده که در این رابطه ها اینا انصارگرا بودن، تا امروز با ما ایره مطرح نکرده. پس آقای عبدالله تا به حال یک شخص مورد اعتماد درست بر شما حساب نشده در بانو نامزد بانو کسی که حمایت کردین از اونا؟ ما در یک حد که پیشتر عرض کردم که ما به خاطر منفعت های ملی کشور خود، به خاطر نرفتن کشور به طرف بحران، به خاطر از اینکه کشور از این می حالت موجوده که ما است از این هم بدتر نساخته باشیم، ما صدای شکوه و گله را در بسیار حد محدود نگه داشتیم، با خودش باز گاگای مطرح کردیم. ولی از اینکه نظام دکتر سیب اشرف غنی چی کارایی را کرده ما خبر نداریم. آیا شما باید نکنه انصارگرایی آقای رندیوال؟ آیا اگر یک فرضیه را بگیریم که دوباره مانورهای سیاسی انتخابات ایجاد شود، آقای عبدالله شخص قابل اعتماد بر شما هست؟ دوباره تعامل خواهد کردید؟ هنوز یک ذره وقت در خواهد بود که ما در این رابطه تصمیم بگیریم، به خاطر که عملکردهای گذشته محک و معیار برای تصمیم آینده ما خواهد. شما یک زله از شرکت کننده های تیم اصلاحات و همگرایی بودین که رأی آوردین برای آقای عبدالله، حالا چقدر شما خودتان راضی هستین از امون موقعیت خود در حکومت وحدت ملی؟ آیا چیزایی که بر شما گفتن؟ من پیشتر عرض کردم که ناراض هستیم و راضی نیستیم از امی مسائل. تا امروز او چیزی که باید ایجاب میکرد در داخل تیم اصلاحات همگرایی وقتی که به حکومت وحدت ملی رسیدن، با ما چیزی را شریک نکردن، بجز از دو وزارتی که در ابتدای مرحله فیصله به این صورت گرفته بود که دو وزارت برای حزب اسلامی داده شود، دیگه حتی یک رئیس هم برای ما داده نشده در. پس مجرای نارضایتی شما ارگ نیست بلکه آقای عبدالله است؟ بله، تیم ما با اینا ارتباط داشته، نه با ارگ. برمیگردیم به نقطه‌ای که در آنانس دادم، بس نقش اعصاب، نقش اعصاب، پرنگ اعصاب در جریان‌های بعدی سیاست در افغانستان. متاسفانه ما روی کرده حکومت وحدت ملی و قبل از حکومت دیگه هم در قبال ساختار حزبی در افغانستان خیلی شکننده و یک مقدار هم انتزاعی و ذهنی بوده تا واقعیت‌های علمی و رفتاری اعصاب در افغانستان. حالا یک حزب ممکن است یک سرویس نفر نداشته باشه، اما بانون یک حزب در وزارت عدلیه راجستر است و اتا نام و احزاب هم بیشتر مردم نمیشناسند که به نام یه حزب هم چیزی وجود داره یا نداره. حالا اگر برگردیم برای احزاب، چقدر تعریف شما اول از این احزاب که در درون افغانستان است و دومی که چی نقش را میتونه بازی بکنه اگر بر از یا نقش داده شود در لایه های قانون و همچنان در فعالیت های سیاسی افغانستان؟ من پیشتر عرض کردم که یک جامعه به اصطلاح دموکراتیک که به اساس رأی ملت یا مردم سالار وقتی میتونه که یک جامعه سالم پیریزی بکنن که اعصاب قوی در اون جامعه وجود داشته باشه که با یک طرز دید مشخص بتونه که جامعه را رهبری بکنه. افراد مشخصی که میآیند در داخل یک نظام قرار میگیرن، اونا طرز دید مشخصی نمیداشته باشه و از اون نظارت هم صورت گرفته نمیتونه. به این خاطر ما با 68 حزب یا 64 حزب رسمی ضرورت نداریم، ما با احزاب 2-3 تا حزب قوی ضرورت داریم که بتانه در این کشور راه مشخصی را تعقیب بکنن و احزاب مسئول باشن در برابر ملت هم. شما میخواین در این فرآیندی که خودتان مطرح کردین با اونان یک حزب دوم حیات کنین یا حزم یک حزب دیگه شوید؟ اگر ضرورت به این بود که ما نتانستیم در انتخابات آینده افغانستان در شوراهای
ولسوالی ها و بالاخره در ولسی جرگه با یک معیار معین رای بیاوریم یا نماینده های ما در او قرار بگیره، باز ترجیح میتیم که ای از منحل باشه با یک کسی دیگه یک جای باشه. غیر دیوال، یک سوال که خیلی مردم میپرسن و یک آلی پامم در ذهن مردم نسبت به دو حزب اسلامی وجود داره ای است که چقدر از بدن حزب شما در کنار خود دارین تا آقای حکمتیار؟ تا چی میزان این حزب شما قابل حساب است آقای حکمتیار؟ هنوز مشخص نیست. انتخابات یک محک و معیار خوبی خواهد بود در آینده. امیدوار هستیم که در این مشخص شود که تا کدام حد با میتونیم کار کنیم. من ایسی یک حزبی که 14 سال در اینجا فعالیت رسمی داشته. بس بسیار عمده که در قبال احزاب برمیگرده، برنامه های انتقادی و اصلاحی احزاب در قبال حکومت هست. احزاب بگونی اوتوماتیک نقش را بازی میکنن تا خلاهای حکومت را برجسته بکنن و از او طریق اعتماد مردم را نسبت به خود به وجود بیارن و این مستلزم ایجاد یک طرح و برنامه درست در قبال آینده سیاسی افغانستان است. حالا اکثر از احزاب هم فاقد این برنامه هاست و فقط در زبان رؤسا صحبت میکنن تا به عنوان یک نقطه عملی. چقدر احزاب ما فاقد طرح و برنامه درست در قبال آینده سیاسی است و از جمله شما چی طرح و برنامه دارید؟ متاسفانه اکثریت احزاب ما همونطور که شما فرمودین فاقد برنامه های مشخصی به خاطر نجات جامعهشان از این حالت است. ما به این باور هستیم که تمام تلاش های یک حزب باید در جهت منافع ملی از این مملکت و در نهایت امر کسب رضای خدا در این کشور باشه. برنامه کاری ما در امی راست است. به هیچ صورتی به اعضای حزب و افرادی که مربوط ماست مجال از این را مساعد نمی سازیم که به منافع ملی افغانستان بازی بکنه و در فساد و بدبختی های کنونی دخیل شوند. ما الحمدلله هم در دوره حکومت قبلی و هم در امی حکومت فعلی با مسئولین امور خود وقتی که تعیین شدن اولین گپی که ما بر از اینا زدیم همی بوده که به هیچ صورت تحمل فساد نمی کنیم. شما باید من عیس خادمین واقعی از این مملکت و صادق از این مملکت باشین تا در عرصه اجتماعی و در خدمت مردم جایگاه خود پیدا کنین. من یقین دارم که کارکرد 14 سال گذشته ما در اجتماع ما جایگاه خاص خود باز کرده. شما اگر دو سه موضوع را سه محور از شما پرسیم در ارتباط به امنیت، در ارتباط به سیاست و در ارتباط به اقتصاد، حالا اگر مدل سیاسی را بخواهیم در روی کرده بعدی نظام سازی در افغانستان مطرح بکنیم، طرفدار یک نظام متمرکز ریاست جمهوری در افغانستان هستین یا نه دیدگاهی که بیشتر برمیگرده به یک ساختار پارلمانی، ساختار نظام های فدرالی یا غیر مدل هایی که در ساختار سیاست است؟ ما طرفدار نظام ریاستی هستم در افغانستان به خاطر که کشورهای همسایه ما یا یک تعداد کشورهای دیگه که نظام پارلمانی داشته ما میبینیم که حتی یک سال یک و نیم سال هم ادامه نکرده. ما طرفدار یک حکومت قوی مرکزی هستم در افغانستان که حافظ منافع ملی افغانستان باشه و جدا طرفدار همی هستم. با او دوستایی که نظام پارلمانی را به خاطر توزیع قدرت با جناهای مختلف میگن، من او را در پارلمان افغانستان میبینم. وقتی که پارلمان صلاحیت های خود بفهمن و امو قدرت خود اعمال بکنن، در او صورت او خودش یک مرجع قوی به خاطر نظارت و کنترل نظام میتونه. پس یک پارادوکس و تناقض بسیار جدی هم در پکیج اصلاحات و همگرایی وجود داره، در حالی که بحث تعدیل قانون اساسی در جا مطرح بود، برای ساختار ریاست جایه یا نخست وزیری مطرح بود، در حالی که شما به عنوان یک عضو از او مخالف هستید. بله، ما در این رابطه با اونا توافق نداشتیم. ما قبل از قبل در این تیمی که اصلاحات همگرایی به وجود آمده بود راجع به چگونگی نظام آینده بحث نداشتیم، چون تصور ما این بود که در این مرحله اول ما در انتخابات پیروز میشیم. ولی وقتی که هر چیزی صورت گرفت و بالاخره نشد کار، بعدش ما سر از این که توافقنامه حکومت وحدت ملی با چه منوال جور شود که خواسته ها در اونجا اینکاس پیدا کنه، ما با این موافق نبودیم.
حالا اگر بر بگردیم به برنامه شما در قبال حل بنبست فعلی یا بحران فعلی سیاست در افغانستان، چی چیز عقلانی است به قول شما که سیاستمدارای برای سیاسی ما متوسل به او شوند تا در کوتاه مدت بتوانند این مشکلات سیاست در درون حل بکنند؟ ما بازم به این تاکید دارم که مسئولین سیاسی ما ملی عمل بکنند، دیگه دنبال خواسته های شخصی خود در این مقطع از زمان نباشند. بگذارن که یک دفعه افغانستان ما افغانستان واقعی شود، یک افغانستان آزاد و از جانب کی؟ از جانب خود مردم ما. و مردم نقشش منتفیست آقای رندی بابا. چرا؟ وقتی که نقش مردم مطرح می باشه باز بسیار قوت می گیره. همین مردم است که رهبرها را برای ما ساخته، و وقتی مردم با این معتقد شود که دیگر رهبری برای خدمت ما نیست، از او رهبر دست بکشن. و باید مردم ما در این مقطع تشخیص بدن که هر کسی که در اینجا عناوین مختلف زبانی و نژادی و غیره و غیره را به خاطر رسیدن به قدرت‌های خود پیش میکنن، جز دشمن ملت افغانستان و دشمن خواسته های مردم افغانستان کسی دیگه نیستن، از اینا باید بیزاری خود اعلان کنن. و ما باید که یک مجموعه بزرگی را به نام اجماع ملی در اینجا به وجود بریم که ما را از این بحران بکشن، تا ما زمینه از این پیدا کنیم که در آینده چگونگی نظام آینده خود، اقتصاد آینده خود و بالاخره کارکرد آینده خود مشخص. در قبال گفتار آقای رندیوال، خیلی جملات قابل اقناع و رنگینی را در ارتباط با حل مشکل سیاسی افغانستان مطرح کردین، اما در عمل یک مقدار مشکل است. اجماع ملی یک کلمه خیلی ساده، اما تطبیقش در افغانستان بسیار بزرگ. حالا بیایم از دایره حزب شما یک کم میریم بزرگتر میکنیم، می دایره را شورای حراست و ثبات در نظر میگیریم. دید مردم عمومی است که همواره در تای دو سه سال اخیر شما با عنوان یک حزب نزدیک به حکومت و غالبا سیلبین بودین در قضایا، یک مانور بزرگ در قندهار شد از جانب احزاب سیاسی و معترضین حکومت، و نقد از اونام انحصار قدرت آقای غنی و عدم تطبیق توافقنامه سیاسی بود که بیشتر گفتن فشار می اندازد لایه‌های بعدی حکومت را. آقای نور با نافرمانی های مدنی و اعتراضات مدنی هم وارد حکومت را تهدید میکنه. جریان محور و جریان دیگه هم خیلی ناراض است از رویکرد حکومت وحدت ملی در قبال. حالا در همین وسط چی عقلانی است؟ چی باید شود؟ اجماع ملی چی گونه باید صورت بگیره؟ در چارچوب برنامه های حکومت، در فشار بر حکومت، یا مردم چی نقش باید بازی کنه؟ من به این باور هستم که حکومت هم باید عقلانی عمل بکنه. واقعیت ها را همونطور که ما میگیم عذاب سیاسی رعایت بکنه، منافع ملی افغانستانه، حکومت هم باید به اون رقم رعایت بکنه. و حکومت باید واقعیت ها را بپذیره که به تنهایی نمیتونه که کشور از این بحران خارج کنه. بنابراین ضرورت به این داره که با سایر احزاب سیاسی و حرکت های سیاسی در افغانستان نزدیک کار بکنن تا کشور از این بحران خارج کنه. همین فاصله چیگونه باید از بین برده شود قبل شما؟ بیشتر از این کار مربوط به زمامدارای ماست که اینا تا چه اندازه واقع بینانه عمل میکنن و تا چه اندازه منافع ملی افغانستان به خواسته های کوچک شخصی خود ترجیح میده. این اندازه تا به حال برای شما مشخص نشده؟ آیا اراده است به این از؟ من میگم باید شوه. اگر تا امروز هم این کار صورت نگرفته، از این بیشتر دیگه بی‌نظمی، بی‌نظامی، مشکلات عدیده که در کشور ما به وجود آمده، از این بیشتر قابل تحمل نیست. ما امروز میبینیم که خون فرزندان از این کشور در جاده ها میریزه، خون فرزندان ما در کوههای افغانستان میریزه، بچه های از این ملک در هر کجای از بین رفته میرن. آیا وجدانی وجود داره به خاطر از این که باید در قبال از این احساس مسئولیت کنه؟ به این خاطر است که ما میگیم که یک قطره خون فرد، یک فرد در کشور ما وقتی میریزه، مسئولین امور ما مسئولیت داره در برابرش. بنابراین به خاطر اینمی مسئولیت بزرگ باید که رای بهتر را سراغ بکنن و با مردم کنار بیان. وقتی که خودشان توانایی از این ندارن، با سایر احزاب سیاسی افغانستان، با کسای مطرح داخل افغانستان اینا مسائل مطرح کنن، رای بیرون رفت از این پیدا کنن تا در یک اجماع ملی مورد تایید قرار بگیرن. آخرین پرسش، آیا برای حل این مشکلات یک بیرون رفت عینی
و نقطه خوشبینی وجود داره. اگر فرضیه رو بگیریم که حکومت با می رسم که تا فعلا ادامه بده و احزاب سیاسی هم به منوال در این صورت آینده چگونه مسیر خواهد گرفت؟ میشه کوتاه، کشور رو به بحران میره اگر این سلسله ادامه پیدا کنه. من یقین دارم که روز تا روز وضعیت خرابتر را تجربه خواهیم کرد. من با از این فرصت میگم که حرکت هایی که امروز در پاکستان هم ایجاد شده به خاطر عدالت خواهی است. بالاخره ملت پشتون در پاکستان به خاطر عدالت خواهی، به خاطر از اینکه سالهای سال مورد استفاده قرار گرفتن، بهره برداری را دیگر آب کردن، ولی خانه از اینا منفجر شده، فرزند از اینا انتحاری شده، مناطق از اینا مورد تهاجم قرار گرفته، اینا قیام کردن که ما به نظر ما این قیام از اینا یک قیام برحق و عدالت خواهان است و از دیدگاه ما مورد تایید است. در افغانستان ما هم اگر وضعیت به حالت درست نبیه، باز من یقین دارم که حرکت های خاطی ایجاد شد که به خاطر آزادی و استقلال افغانستان کار خواد کرد و ما در اون راستا با اون حرکت ها خواد بودیم. بسیار تشکر آقای رنگدوال. بسیار تشکر از شما بینده عزیز که دیدم بس ما رو دنبال کردین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.